سلام به همه شما دوستای عزیز و گرامی، امیدوارم که شاد و پر انرژی باشین. دوستای عزیز، روش کود دادن در فصل بهار، اول فصل بهار، کدام نوع کود را ما شما برای درختان خود استفاده کنیم و چی نوع ترکیب بسازیم تا اینکه درختان ما شما درست خوب رشد بکنه و همچنان از لحاظ تغذیه مشکل نداشته باشه. قسمی که دوستای ما میبینین، این نبات سیب ما رشد کرده، در نزدیک به گل کردن است، حداقل 1 سانتی 1.5 سانتی رشد کرده، شما ایره میبینین. و فصل کوددهی در فصل بهار هست دوستای عزیز، که ما شما باید کود استفاده کنیم. و حال کدام نوع کود را در درختان خود ما شما استفاده کنیم تا اینکه درختان ما شما این همه پندوک گل که داره در ساحه شما ببینین دوستای عزیز، و همچنان شاخ و برگی که داره اینا را چطور میتونه رشد بده و همچنان تغذیه کنه. شما ایره ببینین این درخت چقدر پندوک گل زیاد داره برای امسال، چگونه ما شما باید ایره مخلوط کود ترکیب کنیم و کدام کود ها را با هم یک جا کنیم در فصل بهار استفاده کنیم تا اینکه میوه مرغوب تولید شوه و حاصلات بسیار خوب بده و همچنان برای سال آینده هم درخت ما شما بار داشته باشه. کدام نوع کود را ما شما باید استفاده کنیم در این بخش؟ دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین در این قسمت نوشته است DAP، دای امونیم فاسفید، و یا قسمی که دهقانای ما شما میگه کود سیاه، که رنگش سیاه هست و رنگ های مختلف داره این کود. ما شما این را در اصل باید در اول فصل خزان استفاده کنیم تا در زمین باشه و به ریشه ها جذب شوه. در صورتی که مثلا در اول خزان کمتر استفاده کردی یا هیچ استفاده نکردی، در اول فصل بهار باید استفاده کنی همراه کودی سفید یا کودی یوریا یا کودی نایتروژندار میگیره. اینا را، این هر دو را باید شما مختلط با هم گد کنین 50-50 و این را استفاده کنین. و همچنان رویش استفاده از این را من براتون نشان بدم که شما چگونه این را به اطراف درخت ها میتونین استفاده کنین. خب دوستای عزیز، قسمی که شما ببینین این جویچگکی هست که به این جویچه آب میآید، و این درخت ما درختی خیلی خرد هست و کنار درخت را توسط بیل ما یک مقدار باز کردیم که در این قسمت باید کود انداخته شود. ما قسمی که میبینین تمام درخت های ما شما نزدیکشان، شما ببینین نزدیکشان باز شده، خاک نزدیک ریشه اینا باز شده تا اینکه در این قسمت کود انداخته شود. و وقتی که کود را شما انداختین، اون موقع میتونین که خاک اطرافش دوباره پیش کنین. و خب دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین به درخت ها کود سفید و سیاهی را که ما شما میگفتیم انداخته میشه. به همون مقداری که میندازیم، درخت 3-4 ساله هست و این درخت ها به اونو قسم کود انداخته میشه، یعنی از طرف بالا آب میایه، به همون طرف کود انداخته میشه. و آقای افضلی در این قسمت، خب در باقی آقای افضلی هستیم که مثلا شما دیدین کود ها را، کود سیاه و سفید را پلوی هر درخت انداختن. و آقای افضلی، چرا این قسمی کود انداختی؟ این چی فایده داره؟ کود گد کردی؟ این چه قسم است؟ اگر تشریح کنی برای بیننده ها روشن شود خیلی خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بیننده ها باید ایره بگویم که نمی کود سیاه و کود سفید که است در فصل بهار، مخصوصا در نمی موقع که است پندوق های مثلا گل در حالت رشد است، در حالت بالاخره فامید ایره نیاز داره که بالاخره موادی که باید برایش داده شود داده شود. و نمی کود سیاه و سفید زمانی که با هم میکس میشه، یعنی به اندازه بسیار، نه و قدر زیاد نه و قدر کم، اینه میقدر که شما اینجا میانگرید، اینه میقدر که انداخته شما دیگه بیخی که است کفایت نه دیگه. بسیار خوب است که مثلا نگه به میدیقان این قسمت یک ذره اول بیل بزنه، بعد از او کور را بیندازه تا این که بالاخره همی کور این طرف طرف هم نشه و زمانی که باران میزنه یا آب میدیه، همی کور بسیار به شکل درستش در اطراف ریشه مثلا نگه به همی چی شوه برسه تا این که درخت حرکت کنه دیگه. اینه میرقم دیگه، اینه میرقم که شما بسیار خوبه. بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر که وقت شما را گرفت و وقت خود دادی برای بینندگان. انشالله که
درختای شما پرثمر شوه و بیننده ها هم بتونه از این روش شما استفاده درست بکنه دیگه. شاد و خوشحال باشی. همچنین دوستای عزیز یاد شما نروه لایک و سابسکرایب و کامنت، و اگر کدوم مشکل داشتین در قسمت پایین کامنت بتین، مشکلتان را مطرح بکنین تا اینکه هر مشکلی در بخش باغداری، کشاورزی، زراعتی، از این بخش ها در هر بخشش، بخش امراضش مشکل داشتین، ما همیشه انشاءالله در خدمت شما هستیم. اگر به شکل مشوره میشد بر شما دوباره جواب شما را ارسال میکنیم، نمیشد بر شما ویدیوهای آموزشی میسازیم. و تا دیدار بعد خدایا رو نگهدارتون.